این هفته تأثیرگذاری، تأثیرگذاران یا همون شاخه مجازی. شما میتونید بگید کدومی که از اینا واقعیه؟ خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. این بار یه برنامه خیلی خاص براتون داریم. هر از چندگاهی ما شروع میکنیم به تحقیق درباره یک موضوع و این بار میخواستیم که بگردیم و ببینیم که همه‌گیری ویروس کرونا چه تأثیری بر کار اینفلوئنسرها یا همون شاخهای مجازی گذاشته. موضوع به نظر ساده میرسه، اما وقتی که یه مقدار کند و کاف کردیم متوجه شدیم که بسیاری از اینفلوئنسرها و همین شاخهای مجازی از اعتماد میلیون ها فالوور خودشون به نفع منافع مالی خودشون سوء استفاده کردند. داستان ما با بعضی از بزرگترین شاخهای شبکه‌های اجتماعی در دنیا شروع میشه. گروهی به نام فیس کلن که به خاطر ورزش‌های الکترونیک و سرگرمی معروفند. اونها 230 میلیون نفر دنبال کننده دارن و اخیراً هم 250 میلیون دلار ارزش گذاری شدن. شاخهایی مثل فیس کلن با شرکت‌ها قرارداد امضا می‌کنن تا محصولاتشون رو برای دنبال کنندگانشون تبلیغ کنن. So these are the first ever Phase Beats pill. I'm a big Man City fan. شاید نادیده گرفتن شاخهای مجازی برای بعضیا راحت باشه، اما صدها میلیون نفر به اونا اعتماد دارن. و شرکت ها میدونن که وقتی پای بازاریابی محصولاتشون در میون باشه، این اعتماد پول سازه. اما همگیری کرونا به خیلی از این شرکت ها ضربه مالی زده. برای همین تصمیم گرفتیم ببینیم که آیا این قضیه شاخ‌ها رو هم شکونده یا نه. ولی گویا وضع فیس کلن همچنان خوب بوده و داره میترکونه. درست پیش از همه‌گیری یک رویه جدید داشت بین شاخ‌ها مد می‌شد که با هم به خونه‌های خیلی بزرگ اسباب کشی می‌کردند. اینا هم حالا توی یک ملک 35 میلیون دلاری در لس آنجلس زندگی می‌کنند. باورش واقعاً سخته که شاخ‌های مجازی این روزا چنان گول شدن که می‌تونن توی همچین عمارتی در لس آنجلس زندگی کنند. این کار قراره به اونا توی همکاری و ساخت مداوم محتوا برای طرفداران تشنه محتوا کمک کنه، چیزی که در جریان همه‌گیری خیلی به درد خورده. تعداد بیننده ها بیشتر شده، تعداد بیشتری از مردم میتونن وقت زیادتری برای تماشا بذارن و باز هم دلشون میخواد محتوای بیشتری برای دیدن داشته باشن، چون هنوز گوشی دستشونه دنبال محتوایی میگردن که بتونن مصرف کنن. خب موقع همه‌گیری که مردم بیشتر تو خونه هستن چه اتفاقی میفته؟ ما 7 روز هفته و 365 روز سال به طرفدارامون دسترسی داریم. از طرف دیگه تولیدات سنتی مثل فیلم و تلویزیون خوابیده. اما تو فضایی که ما هستیم هنوز همه چی سر وقت کار میکنه. ما حتی یه مزیت دیگه هم داشتیم که بعضی از دوستان و همکاران شناخته شدمون هم تو خونه بودن و کار خاصی نداشتن بکنن و ما تونستیم ازشون بخوایم که در بعضی از این محتویات تولیدی شرکت کنن. ما تونستیم در دوره همه‌گیری قراردادهایی که در دست مذاکره بودن رو تکمیل کنیم و قراردادهای جدیدی ببندیم. اما حقیقت اینه که بیشتر شاخ‌ها صدها میلیون نفر دنبال کننده ندارن. میلیون‌ها اینفلوئنسر هستند که برای خودشون کار می‌کنن و برای کسب درآمد باید روی فقط ده‌ها هزار دنبال کننده حساب باز کنند. کسانی که از نظر شما در اینستاگرام معروف حساب میشن شاید با کسانی که برای من معروفن یکی نباشن، چون میلیون‌ها نفر هستند که تعداد دنبال کننده هاشون متفاوته. به تدریج وقتی کار به جای رسید که اونایی که تعداد مشخصی دنبال کننده جمع کرده بودن فهمیدن که عملا به مالکان امپراتوری های رسانه‌ای کوچیکی تبدیل شدن و وقتی که جایگاه پول این وسط مشخص شد، مردم هم رفتن دنبال این که دنبال کننده های بیشتری پیدا کنن، قراردادهای بیشتر، کار با شرکت های بیشتر و راه انداختن یک کسب و کار برای خودشون. اما اون میلیون ها اینفلوئنسر کوچکتر به شرکت های کوچکتر، قراردادهای کوچکتر و کارهای کمتری بسنده کردند و
بسیاری از اونها در دوره همه‌گیری به مشکل برخوردند. زارا مکدرموت یکی از شاخهای در سطح متوسطه. اون یه خورده کمتر از 1.5 میلیون فالوور داره و با خیلی از اسامی تجاری متوسط کار میکنه. الان شاخها کارهایی رو قبول میکنن که به نظر من بعید بود قبل از همه گیری قبول کنن. به نظرم دلیلش اینه که یه حسی تو هوا پخشه که بیاید تا جایی که میشه کار قبول کنیم. از وقت همه گیری شروع شد تعداد زیادی ایمیل از شرکت‌هایی گرفتیم که به نظرم اجناس تقلبی میفروشن و تلاش میکنن تا اجناسشون رو در کانال‌های افراد تاثیرگذار تبلیغ کنن. باور دارم که خیلی از این نام‌ها میخوان در این دوره با پرداخت پول بیش از حد در قبال خواسته‌های خیلی کوچیک از شاخ‌ها بهره ببرن. Very small deliverables. البته همه این شاخ‌ها هم به این پیشنهادها نه نگفتن. چارلی پیتن مدیر برنامه‌های زارا به ما گفت که ایمیلش پر از پیشنهاد شرکت‌هایی بود که حاضر بودن بابت تبلیغ کالاهای تقلبیشون هزاران دلار پول بدن. بعضی از نام‌های مشکوک‌تری که با ما تماس می‌گیرن اغلب حاضرن پول خیلی بیشتری از نرخ رایج تو این کار پرداخت کنن و واقعاً هم پرداخت می‌کنن. بعضی وقتا بیش از 3 برابر هزینه‌ای که ما برای برخی از تبلیغات فاکتور می‌کنیم. فکر می‌کنم اونا از این واقعیت که شاخ‌ها و مدیران برنامه‌هاشون همیشه به اندازه کافی بررسی نمی‌کنن سوء استفاده می‌کنن و می‌تونن باهاش کار کنن و عملاً از دنبال کنندگانش کلاهبرداری کنن. And potentially be able to scam that influencer's followers. چارلی از اینکه این همه ایمیل از کلاهبردارانی میگرفت که دنبال تبلیغ کالاهای تقلبی بودن و ممکن بود به کسب و کارشون صدمه بزنن شاکی بود. و یه کالایی بود که دوباره و دوباره و دوباره تکرار میشد. ایرپادهای تقلبی اپل. ما مستقیم سراغ خود شاخ‌ها رفتیم تا ازشون بپرسیم که چرا این کارو می‌کنند. تونستیم یکیشون به نام متیشا رو پیدا کنیم که داشت به خاطر تبلیغ یک برند ایرپاد تقلبی که کالاهاش حتی به دست مشتری هم نمی‌رسید، کلی سرزنش می‌شد. اما اگه بخوایم عدالت رو رعایت کنیم، باید بگیم که اون داشت پول دنبال کننده‌ای رو که گول خورده بودن خرج می‌کرد. شرکت‌های زیادی هستن که کارشون کلاهبرداریه. ولی راستش من تا پیش از همه‌گیری با همچین چیزی روبرو نشده بودم. این اتفاق قبل از همه‌گیری برای من نیفتاده بود و دوست دخترم میگفت که کلی شاخ توی بریتانیا دیدم که دارن این کار رو می‌کنن. منم فکر کردم پس لابد اشکالی نداره و اصلا بررسی نکردم. وظیفه من بود که از درستی کار این شرکت مطمئن بشم، ولی نکردم. برای همین برای جبران باید اشتباهم رو بپذیرم. کلاه اونا رو برداشتن، اما عصبانیتشون فقط به خاطر پول نیست. ناراحتیشون از اینه که چرا افرادی مثل ما یا کسایی که وجهه عمومی دارن بدون بررسی کافی دست به چنین تبلیغی میزنن و کاملا هم حق دارن. هیچ حرفی جز عذرخواهی ندارم و فکر میکنم اگر کسی مثل کایلی جنر چنین کاری بکنه باید درست انجامش بده. پول هم که دارن و به نظرم باید پول مردم رو بهشون برگردونن. اگه از عهده من برمیاد، از عهده اونا هم برمیاد. و بعدم متوجه شدیم که حتی داشتن به بزرگترین شاخهای دنیای مجازی هم پول میدادن تا این ایرپادهای تقلبی رو تبلیغ کنن. Each earbud comes with a charging case and a charging cable. Swipe up to check them out right now. Their whole site is 70% off and use code Kylie for free shipping. کایلی و کندال جنر روی هم 337 میلیون دنبال کننده اینستاگرامی دارند. و همونطور که دیدید داشتن برای شرکتی به نام نووا پلی تبلیغ می‌کردند که ایرپاداش به نظر میاد کاملاً کپی ایرپاد اپله. ایمیلی با این دو خواهر تماس گرفتیم و بعد از چند بار صحبت با نماینده‌هاشون بالاخره گفتند که حاضر به اظهار نظر در این باره نیستند. هیچ
این هفته اپ اشتراک ویدیوی تیک تاک اعلام کرد برای به چالش کشیدن دستور ممنوعیت این اپ توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دادگاه شکایت میکنه. یک قاضی در آمریکا حکم داد که اپل میتونه همچنان بازی فورتنایت رو به خاطر نقض قوانین اپ استور به فروشگاهش راه نده. و فیسبوک بعد از تهدید شدن توسط دولت تایلند یک گروه ضد سلطنت رو با 1,000,000 عضو بست. انتقاد از سیستم پادشاهی در تایلند جرم محسوب میشه. این هفته همینطور گوگل از امکان تازه‌ای رونمایی کرد که باهاش میشه از اشیاء موزه‌ها تو خونه بازدید کرد. تعدادی اثر هنری معروف یا اشیاء باستانی و موجودات قبل از تاریخ یا مخلوقات فضایی تخیلی ناسا در اپ فرهنگ و هنر گوگل در دسترس قرار گرفتن که میشه اونا رو به لطف فناوری واقعیت افزوده در سالن پذیرایی تماشا کرد. محققین سیسیل MIT سیستمی طراحی کردن که میتونه انعکاس و برخورد موجهای رادیویی به بدن انسان رو تحلیل کنه و موقعیت فرد رو بر اساس نقشه‌ای که از قبل بهش داده شده تشخیص بده. عارف دایاری میتونه بدون نیاز به نصب دوربین در محل برای کمک به افراد دارای معلولیت در خانه یا بیمارستان‌ها به کار بره. و در آخر این شما و این ربات جراح که اندازه یه توپ تنیس و وزنش معادل یه سکه است. این جراح مینیاتوری که محققین دانشگاه هاروارد و شرکت سونی طراحیش کردن میتونه عملهایی به ظرافت برش یک مویرگ شبکیه چشم که فقط دو برابر موی انسان قطرشه رو انجام بده. این ربات در حال حاضر در مرحله آزمایشیه. خب برگردیم به ادامه داستان شاخهای مجازی. ما کلی ویدیو از اینفلوئنسرها پیدا کردیم که داشتن ایرپاد تقلبی تبلیغ میکردند. تصمیم گرفتیم که چند تا برای خودمون سفارش بدیم. اولین شرکتی که ازش خریدیم آرکنسیا بود. محصولشون دقیقاً این ایرپاد واقعی اپل بود. با سازمان حمایت از مصرف کنندگان تماس گرفتیم که به خوبی در جریان تبلیغ افراد تاثیرگذار بر این کالای تقلبی بود. حتی با اینکه لزوماً علامت تجاری اپل روش نیست، حس کل بسته‌بندی، طراحی جعبه، طراحی خود گوشی‌ها یه جوری طراحی شده که این حس رو ایجاد کنه که این محصول خود اپله، که این مشخصاً یه مشکله. به نظرم وقتی به طور خاص راجع به شاخ‌ها صحبت می‌کنیم، چیز مهم اینه که هر کسی که بخواد علیه شاخ‌ها دست به اقدام رسمی بزنه، باید قدم به قدم برخورد کنه. در قدم اول ما احتمالاً سعی می‌کنیم شاخ‌ها رو راهنمایی کنیم. بعد از اینکه صحبت‌های لازم راجع به قوانین حمایت از مصرف کنندگان رو با اونا مطرح کردیم، اگه باز هم قانون شکنی کنن، اون موقع سازمان حمایت از مصرف کنندگان ممکنه اقدامات رسمی‌تری علیه اونا در نظر بگیره. و شیوه تکمیل این تراکنش به شکلیه که ردگیری این اجناس تقلبی رو برای سازمان‌های نظارتی سخت‌تر می‌کنه. شاید اگر این اجناس به تعداد بیشتری وارد بازار بریتانیا می شدن، کشفشون هم راحت تر می شد و به این راحتی نمی تونستن پخش بشن. یه شرکت دیگه هم که داشت همین کار رو می کرد ساند پلی بود. یک جفت گوشی ازشون خریدیم که حتی کارم نمی کردند. به ساند پلی درباره فروش ایرپاد تقلبی که حتی کارم نمی کنه ایمیل زدیم، ولی جوابمون رو ندادن. اپل ولی با صدور اطلاعی گفت ما تنها در یک سال گذشته خواستار حذف حدود 1,000,000 کالای تقلبی و جعلی از فروشگاه‌های اینترنتی شدیم. ما با کارشناسان تجارت الکترونیک صحبت کردیم تا بفهمیم چه کسی پشت این اجناس تقلبی و تبلیغات به اینفلوئنسر هاست. و مرتباً با یک عبارت روبرو شدیم. دراپ شیپینگ برای خیلی ها به یک کسب و کار در دسترس تبدیل شده. فقط کافیه با یه لپتاپ به اینترنت وصل بشین و کارو شروع کنین. مسئله دراپ شیپینگ یه پدیده نسبتاً جدیده. این الگوی کسب و کار خیلی سریع تغییر پیدا می‌کنه و ما مرتب شاهد ورود بازیگران جدید به بازاریم و پلتفرم‌های جدید این خدمات رو ارائه میدن. برای همین به عنوان ناظر و ضابط همیشه یک قدم از اونا عقب‌تریم.
تصمیم گرفتیم جستجو کنیم و صدها نفر رو پیدا کردیم که میگن دارن از طریق دراپشیپینگ کلی پول در میارن. اما دراپشیپینگ چیه؟ شخصی که میخواد دراپشیپینگ کنه میره سراغ یک بازار چینی، اغلب علی اکسپرس. یه محصول ارزون پیدا میکنن و یک وبسایت میزنن و کلی میکشن روش. به شاخها پول داده میشه تا براش تبلیغ کنن و شما رو مستقیما به وبسایت بفرستند. وقتی جنس رو میخرید مستقیما از چین برای شما ارسال میشه. فروشنده شاید توی قاره دیگه باشه و هرگز جنس رو نبینه. فعالان این حوزه شخصا چیزی انبار نمیکنن و برای همین اصلا ریسک مالی ندارن. و مهمه که مشخصا بگیم دراپ شیپینگ غیر قانونی نیست. مثلا این کوین دیویده که تازه به یک آپارتمان جدید در میامی اسباب کشی کرده. شما بدون اینکه حتی یه بار برین چین یک کسب و کار عظیم دارین. من به شخصه میلیون ها دلار پول به چین فرستادم. میلیون ها دلار جنس گرفتم و حتی یک بار هم به چین نرفتم. اتفاقا اون ایرپاد ها رو دیدم. بعضی از دوستان خودم فروشگاهایی دارن که هر ماه صدها هزار دلار از اونا میفروشن. اگر کسی پیدا بشه که صدها میلیون دلار خرج طراحی و ساخت یه محصول بکنه و بعد چین به راحتی اون رو مهندسی معکوس بکنه، خب یه سری دراپ شیپر زرنگ هم پیدا میشن که با استفاده از این روند محصولات گرونی رو که به خاطر قیمتشون به نوعی انحصاریان خیلی ارزان‌تر میفروشن و درآمد عظیمی کسب میکنن. گرفتن جسه اخلاقی خیلی کار راحتیه، اما فکر میکنم اگه تعداد کسایی که استعداد لازم رو داشتن و بعد سوار موج شدن و الان دارن روزی 1,000 یا 10,000 دلار پول در میارن بیشتر بود، به نظرم احتمالاً جور دیگه ای راجع به این وضعیت فکر میکردن. ما با یک دراپ شیپر دیگه به نام گابریل هم صحبت کردیم. من حتی از پس اجاره بر نمی اومدم، برای همین اعتبار مالیم خیلی خراب شد. چند وقت بعد یکی از این اجناس رو برداشتم که یه حلقه سوپربار بود و تو اون ماه 50,000 دلار درآمد داشتم. از کارم استعفا دادم. بعدش هم در 5 سال گذشته 20 میلیون دلار پول درآوردم. دراپ شیپینگ زندگی منو زیر رو کرد. کافی بود سری به یوتیوب بزنیم تا ببینیم این افراد چطور دارن پوز درآمدشون رو میدن و چه توصیه‌هایی به کسانی که میخوان وارد بازی بشن میکنن. وقتی داشتیم این ویدیوها رو نگاه میکردیم به مسئله شگفت آوری برخوردیم. یکی داشت به بقیه دراپ شیپرها یک قالب نامه نشون میداد که کپی کنند و به شاخه‌های مجازی بفرستند به همین سادگی. و گابریل به ما نشون داد که چطوری بعضی از دراپ شیپرها سر مردم کلاه میذارن. فروشگاه‌های دیدم که میان و میرن و رسماً از مردم دزدی میکنن. یکی از این فروشگاه‌ها داشت کلاه مرد آهنین رو میفروخت که مثل یک کلاه واقعی بود که بالا و پایین میرفت. 29 دلار قیمت گذاشته بود. ولی قیمت فروشش روی علی بابا یا علی اکسپرس خیلی کمتر بود. و این فروشگاه‌ها تو یه ماه میلیون‌ها دلار پول درمیارن و بعد کل فروشگاه رو پاک میکنن. پول رو بر میدارن و ناپدید میشن و دیگه هیچ جنسی نمیفروشن. از این فروشنده همه جا هست. راستش هر کسی میتونه در فضای مجازی جنس پیدا کنه، راهی برای تحویل اون جنس ایجاد کنه، میتونه وقتی این کار رو انجام میده هویت خودش رو نسبتاً مخفی نگه داره، سریع تعدادی جنس خطرناک یا تقلبی بفروشه و پیش از اینکه سازمانهای نظارتی بتونن پیداش کنن از بازار خارج بشه. بدیهیه که این مسئله برای ما اهمیت زیادی داره. تصمیم گرفتیم بریم سراغ منشأ اصلی این مشکل، اینستاگرام. اونا در پاسخ به ما گفتند فریبکاری و رفتار متقلبانه جایی در اینستاگرام نداره و ما حساب‌هایی رو که به ما معرفی کردید بستیم. شرکت حرفی راجع به اقدام رسمی علیه خود شاخ‌ها نزد، اما به ما گفت که شاخ‌ها باید از قوانین محلی پیروی کنند و پیش از همکاری مالی با نام‌های تجاری بررسی‌های لازم رو به عمل بیارن. امروز یک نوجوان توی کانزاس میتونه یک شاخ در لندن رو ترغیب کنه تا برای جنسش تبلیغ کنه. این کار باعث میشه که یک کسی بعداً در استکهلم از یک کارخونه توی چین یه چیزی بخره که از روی چیزی که یک شرکت توی کالیفرنیا طراحی کرده کپی شده. این واقعاً یک داستان جهانیه. ما
نظر خیلی‌ها رو در این زمینه پرسیدیم و به نظر میرسه که اجماعی کلی بر اینه که اینفلوئنسرها مثل بقیه باید تابع معیارهایی باشن. به هر حال توصیه ما به شما اینه که در درجه اول اصلا عجله نکنید، یعنی تا یه چیز جالب تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینید بلافاصله دکمه خرید رو فشار ندید، حسابی تحقیق کنید، نظر بقیه رو بپرسید، ببینید بقیه چی گفتن دربارش، اصلا از اون شرکت یا فرد شکایتی شده یا نشده. به هر حال اگه یه چیزی بیش از حد خوب به نظر میرسه، این رو آویزه گوشتون کنید که شاید ریگی به کفشش باشه. تا حالا رباتی دیدید که شعر بگه؟ اونم شعر فارسی؟ بلبل زبان یک ربات هوشمند سراینده شعر که با کمک هوش مصنوعی اشعاری با وزن و عبارت دلخواه شما میگه. این ربات شعر گفتن رو از روی آثار کهن شعر فارسی یاد گرفته و میتونه سبک و وزن شعرهای بزرگ رو تقلید کنه. علاوه بر اون به تازگی شروع کرده به خبرنویسی. کافی یک جمله بهش بدید تا ادامش رو براتون بنویسه. البته برای بهتر نوشتن هنوز کمک و راهنمایی انسان رو لازم داره، وگرنه کاروبار ما خبرنگارها رو میتونست کساد کنه. سوالی که احتمالاً براتون پیش اومده اینه که هوش مصنوعی چطوری شعر میگه؟ کلمات شعرش چطوری با هم ارتباط معناداری پیدا میکنند؟ مدلایی که متن جنریت میکنن، نحوه تولید متنشون به این شکله که در فرض کنید سه کلمه اولو کاربر تعیین میکنه، میگه بابا نان، بعد مدل میخواد کلمه بعدی رو بده، میره توی لیست کلمات فارسی نگاه میکنه، میگه خب میتونه داد باشه، خرد باشه، چی باشه چی باشه و چیا نمیتونه باشه، و از بین مثلا 1 میلیون تا کلمه میگه این 100 تا کلمه فقط ممکنه اینجا باشن، و به طور تصادفی یکی از این 100 تا کلمه رو انتخاب میکنه و اونجا قرار میده. و بعد حالا 3 تا کلمه داره، بابا نان داد، دوباره از خودش این سوال میکنه که بعدش چی میتونه بیاد، میتونه نقطه بیاد جمله تموم بشه، میتونه و بیاد ادامه پیدا کنه و امثال هم. دوباره میاد یه شورت لیستی از کلمات درست میکنه و کلمه رو انتخاب میکنه و میچسبونه. مشکلات آموزش مدل زبانی چیه؟ هر حجمی از اطلاعات رو به مدل ارائه کنی هرچی بیشتر بهتر یاد میگیره، و حجم بالا اطلاعات از اینترنت مشکل اصلیش اینه که اطلاعات پالایش شده نیست. مسئله اینه که و آموزش این شبکه‌ها به پردازش بسیار بالایی الان احتیاج داره. مثلا اون چیزی که الان در حال حاضر بهترین نوع این شبکه‌ها برای زبان انگلیسیه و به تازگی منتشر شده به اسم GPT-3 حدوداً 5 میلیون دلار برای آموزشش هزینه شده، و از نظر اندازه و سایز حافظه‌ای که لازم داره یه چیزی حدود 175 بیلیون پارامتر داره که این پارامترها در حقیقت اون اعدادی هستن که اون الگوها رو توی خودشون نگه میدارن، و در مقابل مثلا یه چیزی مثل بلبل زبان برای که مشابهتش بدونیم یه چیزی رو 50 میلیون پارامتر داره، ولی در این حال یه چیزی مثل بلبل زبان هم آموزشش کمتر از 10,000 دلار آمریکا امکان پذیر نیست، یه چیز بسیار گرونیه، و این موضوع رو تقریبا از دسترس تحقیقات فردی خارج میکنه، مگر اینکه برنامه‌ای مثل برنامه حمایتی گوگل یا اینها بتونن کمک کنن که آدم‌ها بتونن خودشون در این زمینه تحقیق داشته باشن. کاربرد مفید ابزارهایی مثل بلبل زبان چی میتونه باشه؟ مدل‌ها رو میشه با آموزش تکمیلی داد، و با اون آموزش تکمیلی میشه برای خلاصه سازی مثلا ازش استفاده کرد، حتی میشه برای اینکه یه سری مشخصاتی از متنی که نوشته شده رو استخراج کنیم، مثلا حالت احساسی نویسنده، نام نویسنده، چون مدل یه فهمی از کلمات و رابطه کلمات به دست میاره، میشه هر نوع کاربردی از این جنس که به نحوی به رابطه کلمات مرتبطه، حتی مثلا وضع دستوری کلمات در جمله امثال هم رو با اینجور مدل‌های زبانی در حقیقت میشه این کاربردها رو داشت ازش. خطرات دسترسی به یک مدل زبانی چی میتونه باشه؟ مثلا چه سوء استفاده‌ای میشه ازش کرد؟ به هر حال انتشار اون چیزی که الان بهش میگن فیک نیوز میتونه یکی از خطرات اصلی باشه در سطح وسیع، به هر منظوری این اتفاق ممکنه بیفته. و یک چیز دیگه این که باز تولید همون چیزی که دیدن رو به نحو دیگه یا با کلمات دیگه انجام میدن، و اگه محتوایی که بهشون ارائه میشه مثلا نجات پرستانه باشه یا به هر شکلی
منصفانه نباشه، اینا هیچ ابایی از بازتولید مشابه اون مطلب ندارن و باز این هم میتونه یه مطلب یه مشکل دیگه ایجاد بکنه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.